دوستان سلام. ده خصلتی که تو رو در کوچه و پس کوچه شرمنده می سازد و یا اینکه طور رفتار و معامله در کوچه با آدمان بیگانه و دوست و حریف. می خواستم من در اطراف این کمی سخن گویم و اینک شروع میکنیم. این روز شکر خداوند که وضعیت دیموگرافی وطنی عزیزمون تاجیکستان خیلی خوب و در نشو نما است و باعث خوشنودی هم هست که صف شهروندان ما روز تا روز زیاد شده ایستاده است، اما اکثریت وقت در کوچه و خیابان های شهر، چی در تاجیکستان باشد و چی در بیرونی آن، در روسیه و دیگر دولت‌های خارجه، روز تا روز مناسبت و رفتار و کردار نابجا، نادرست و غیر سنتی را بسیارتر مشاهده کرده استوده ایم و این باعث آن می شود که خلقی که اصلا در این منطقه ها زندگی می کنند، آنها نقطه نظرشان نسبت به ما منفی شده ایستاده است که آنها روز تا روز فکر میکنن که ما بی آداب هستیم، بی فراست هستیم و یعنی با گفتی خودشون که دیکی هستیم. امروز من میخواستم درباره رفتار و کردار ما در کوچه و خیابان و شهر و جایهای جمعیتی یک دو سه سخن گویم و چون بزرگان گفتند سخن بسیار دان و اندکی گوی، یکی را صد مگوی، صد را یکی گوی. و من در اینجا ده رفتاری شاید و ناشاید را مختصر گفته میگذارم که اگر ما مطابق آن کنیم باعث بالا روی آب و رو و شان ما و اگر نکنیم باعث از بین رفتن آن میگردند. و اینک، یکم، پیش از خانه برآمدن لباس تازه و نو دریده باید دربر کرد. کهنه باشد هم میلش، تازه باشد می شود. حتی اگر به مغازه نزدیکک یک منوت رفته اوید هم کوشش کنید که لباس تازه رو پوشید. نسکی یعنی جارو باید نو دریده باشد و پوپوش یعنی توفلی تازه و آزاده. همه وقت تازه نگاه داشتن یعنی که در کار با اینچونین با ناخونها یک نظر اندازه دراز باشد، حتما گیرید. برای اونگه در نظری آدمان شخصی ناخون دراز همه وقت یک حسی ناآزاده. اینچونین موی سر رو البته شوید. بهترین خصلت موی سر رو هر روز شوشتن. مسواک دندان از دندان رو سالم و از بوی دور میگردن. عطر یعنی خوشبوی رو فراموش نکنید. این رمزی به نظری شما میشود. دوم، با کوچه بر اومدید با وقار راه مروید، یعنی که خود را نشان بودن. آرام به کبر و تکبر، به کبر و تکبر روی مستی. از طرف راست کوچه راه روید، چون از پشت شما آدمی آمده، یعنی از بری شما آدمی که از پس می آید گذشته تماند و از پیش آمده نیست. به پیش خود نظر افکنید، نه به هر طرف و آدم ها، به پس و پیش دختر و مرد و هاکزو. از حد زیاد کردن این نشوید، چون در کلام الله آمده است نظری بندگان مسلمان فرو باشد. یک نظر کردن این سنت، یعنی که باید است که ببیند چی شخصی آمده ایستاده است و رفته ایستاده است، برای مبادا یکان شناسی نباشد یا رفیقی یا خوف و خطری یا
هر حادثه بودنش ممکن. اما دو سه چهار نظر کردن این علاقه باعثی به تمکینی و به حس و حیایی آدم را نشون میدهند. سوم، بلند بلند گپ نزنید با تلفن، اینچنین خصوصا در جایهای جمعیتی، مارشروتکا، автобус، مترو و هکذا. در حاجتخانه با تلفن سوال و جواب و переписка نشوید. بهترش پس از قضای حاجت تلفن را خاموش کنید. چهارم، شخصی را بلند فریاد مکنید و شما را نیز اگر از پستان فریادی بلند، فریادی بلندی ناجو یا اینکه با هشتگ اشاره نمایان نظر نکنید بهترش. و اون شخصی که شما رو از پس فریاد میکنند یا هشتگ میزنند، وقتی که شما نظر نمیکنید و خودش اگر برای لازم باشد میآید، شما رو یعنی که دریافت میکنند. برای اون که این نو به آدابی انسان رو نشان میدهد که وای برای شخصیت خود شده، برای منفیت خود شده با دیگرها، یعنی که با آواز بلندش یا گوشتوکش ضرر رسانده، یک کسی رو، یک شخصی به خود لازمی رو جغ میزند. این هم به ترتیبی است. پنجم، سر و لباس، پای پوش و موهایتان رو در کوچه و جای جمعیتی در نزد آدمان تازه و شانه نکنید. بهترش به یک خلوت جای برویو خود رو به تنظیم آورید. این هم یک نشان دهنده. ششم، در حجره سرپوش، شبکه، یعنی که شبکه، شلپه، کیپکه رو از سر بدر باید کرد. هفتم، دندانهایتون رو با چوب دندان در جای جمعیتی مکوید. اینچنین دندانچوب رو در دندانهایتون گرفته بازی کرده نگردید. و میسواک نیز اینچنین. و اینچنین با گوشکوبک گوشتون رو در نزد جوی جمعیتی و نزد شخصون نکوید. هشتم، با نفرونی از خود کلان اول سلام باید داد. با بچگونی خورد نیز اینچنین. نهم، در جوی جمعیتی نوس نکشید و نوس رو توف نکنید. آبروی توجیکان رو مرزید و عموماً نوس نکشید. دهم، براسلت، دستپونه، سیپوچکا، چاله ازوک کرده خودتون رو نش و نمو ندهید. این کار رو به زنها گذارید. برای مرد کارهای مهمتر از این است. این بود دوستان ده خصلتی شاید و نشاید. اگر من باز یکان خصلت های نوشایسته رو اگر فراموش کرده باشم، در اینجا نگفته نگذاشته باشم، شما میتونید در پایان نویسید و من از شما خیلی منتظر میشم. خدا حافظ.